میخوایم MVC رو شروع کنیم کار کردن. قبل از اینکه MVC رو کار بکنیم یه چیزی رو بهتون یاد بدم به نام اوتولود. ببینید اوتولود چیه؟ هر آنچه که دارم میگم توی لاراول هم صدق میکنه، یعنی قرار هستش که تو لاراول همه رو به صورت خیلی راحت تر. اینجا ما MVC میسازیم، MVC هم پروژه طراحی میکنیم و میبریمش بالا. حالا یه پروژه کمپانی شرکتی کامل میزنم میاد بالا، ولی خب هدف اینه که اول شما MVC یاد بگیرید و حالا در نهایت هم ببریمش روی داکر و هر رو داکر ببرمش روی جایی دیگه و کار بکنیمش، اصلا APIش رو اگه بشه APIش رو کار بکنیم و کاره دیگه. اولین کاری که میکنم Create New Project و روی گزینه در واقع بیام اینجا توی Student تو دسکتاپ و بیام اینجا ما MVC رو می نویسیم و اوکی کرییت، بریم که شروع کنیم MVC رو استفاده کنیم. شریف برای چی؟ آها شریف VC دات شریف دات LUCH بیکوم 98 سیو کنترل وی. اینا رو یاد بگیری به حال بد نیست. خب بریم شروع این بر هم هستش، هم این بر بریم ببینیم چیکار میشه کرد و پیاده سازیمون رو انجام بدیم. قبل از اینکه شروع بکنم میخوام بحث اوتولود رو بهتون آموزش بدم. اوتولود ببینیم چی هست. من اینجا یه فایل میسازم به نام کلاسز. توی کلاسز دو تا فایل میسازم، یکی به نام تست وان و یه ذره سر میکنم که ساخته بشه. یه ذره اینا رو هم کانفیگاش رو من سریع عوض بکنم تا بیاد بالا و ادیتور و جنرال و ایشون و سافت رپ و و برگشت هم کاری نداریم. یه ذره هم گزینه تست تو و این هم به این شکل فرض کن یه کلاس دارید اینجا، یه کلاس دارید به نام تست وان و به این صورت ببخش کلاس رو پرانتزه میذاری و یه پابلیک فانکشن تست رو هم میذاری، یه اکو میکنی تست وان. اینو دقت بکنید دارم چیکار میکنم. اوتولود خیلی مهمه تو همه فریم ورک ها استفاده میشه، توی فریمورک های PHP ها. یعنی من نیاز به یه اوتولودر دارم. میام اینجا تو تست 1، این تست 2 بود، این راشه تست 2، این رو بکنم کلاس 2، این هم بکنم گزینه 2. اگه شما بخواید این رو طبیعتا استفاده بکنید، ایشون کلاس تست 2 هستن، ایشون کلاس تست 1 نیست، اگه اشتباه نکنم تجربه. آره بینس که دوتاشون کلاس رو درست بکنه. یه ایندکس من اینجا درست میکنم index.html و اگر بخوام استفاده بکنم ازش میتونم require بکنم. حالا اینکه بحثای namespace اینا هم یاد گرفتید، یه فایلی من درست میکنم به نام autoload و توی این اوتولود بیام چیکار میکنم؟ require وانس میکنم. آقا این اشتباه یا درسته به نظر توی کاری که من دارم؟ اگر بیام اینجا و بگم که classes و test 1 control d ایشون میشه test 2. حالا بیام برم توی index برگردم بگم require وانس گزینه اوتولود. حالا بیام اینجا برگردم بگم t a نیو انادرس این بر بیان دیگه. آه ببخشید
یا اینجا و برگردم بگم که نیو تست وان و دالر تی ای رو بزنم چی رو برمیگردونه؟ تست وان رو طبیعتاً سی ام دی تونم رامیندازی سی دی دسکتاپ و یادم رفت یه کاری رو باید میکردیم نکرد ام وی سی رو من اینجا ساختم. آقای خودتون راحت کنیم، من هر دفعه باید دارم اینجا پی اچ پی رو تنظیم کنم. بریم این سری تو اچ دی داکس انجام بدیم، راهی دیگه هم انجام بدیم یاد بگیریم. البته بلدی حالا چیز سخت نیست. یاد بریم اینجا، بریم توی سی، توی زم. یا خدا چی شد این؟ چرا با شد؟ آره زم همه با هم دیگه. خیلی قشنگ و شرایط خوبی بود. و امیسی رو گذاشتم اینجا به جای اینکه از تو در واقع اینجا بازش بکنم، ببرمش توی این اسمم توی زم توی اشتی داکس و زم امیسی رو از اینجا بازش بیسلین رو فرقی نمی کنه همشون مثل هم دیگه. از اینجا بازش کردم برای چی؟ برای اینکه کار خودم راحت کنم، یه سن نرم رو کانفیگ بکنم، یه دو ساعت هم طول کشیده در کل لوکال هاست. و اینجا اگه بزنید MVC میاد تو پروژه MVC، یه تست وان رو چکار کرد؟ چاک. حالا اگه بیاید اینجا برگرد بگید AT نیو تست تو و اینجا هم برگردی بگید دالر AT الان بزنی چی رو چاپ میکنه؟ تست تو. درسته؟ شما اومدی از یه فایل استفاده کردی به نام اوتولود. اوتولود میگه توی در واقع پی اچ پی ورژن 7 این رفت میگه به جای اینکه شما بیا ریکوایر بکنی، خب من فرض کن اینجا 100 تا کلاس دارم، 100 تا هم بیشتر، بعدا میری توی لاراول میبینی یه پوشه داره به نام وندو، یه دفعه 2000 تا توش کلاس هم. تو همه رو میخوای ببینشین اینجا ریکوایر کنی؟ میکنی این کارو؟ تو هم دهتای اول روزه دست درد میکنی دستاتون بالاخره نه یه کار دیگه میکنم، میام یه فانکشن درست میکنم، فانکشن درست میکنم، یه اسم میذارم، بنویسم مای اوتولود، هر اسمی دوست دارید بذار، مای کریم مثلا، هر چی که خودتون دوست دارید. و میاید اینجا یه کلاسز رو به ایشون ورودی میدید. خب کلاسز رو که ورودی دادی میای چیکار میکنی؟ میگه آقا من این رو به عنوان یک تابع دارم اینجا استفاده میکنم و میخوام چیکارش بکنم؟ بیام در واقع توی پروژه هم ازش استفاده بکنم. خب و ما یه چیزی داریم حالا بعد نیست بدونیم، SPL SPL Autoload Register. خب و این گزینه مای اوتولود رو بهش میدید. خب این مای اوتولود رو من بهش دادم. این ببینید شما فردا میای توی پروژهتون 50 تا کلاس اضافه، 50 تا کتابخونه اضافه میکنه، مثلا کتابخونه پی اچ پی میلر، کتابخونه ایمیج، خب مثلا ایمیج ها رو بخواد کراپ بکنه برای کوچولو کوچولو کنه، کتابخونه مثلا درگاه پردام، کتابخونه فلان، کتابخونه هر اسمی، میاد همشون هر کدوم یه اوتولود دارن. اوتولود هم هر اسم من میتونه در واقع معمولا اون کسایی که در واقع قرار میدن اینجا یه اسم قرار میدن که مطمئنا اگه من 50 تا اوتولود اینجا داشته باشم با همین کامپلیت نمیدن. خب الان من اومدم یه دونه مای اوتولود درست کردم و اینجا یه اس پی ال اوتولود رجیستر گذاشتم این داخلش قرار دادم. الان بذارید من پاورپوینت رو بیارم بالا. یعنی نه از پاورپوینت هم خوب نمیدنش پاورپوینت هم بریم جلو. بیایم اینجا این ام وی سی شو حالا فعلا اسکیپ کنید. اینا رو همه رو من توش توضیح دادم چه اتفاقی میفته و به چه صورت هستش. میام میرم چیکار میکنم؟
همون ریکوایرمنتس که گذاشتم رو به این صورت در واقع پیاده سازی می‌کنم. یعنی میام اینجا برمیگردم میام ریکوایرمنتس یا اینکلود مثلا هر کدوم که راحتی میگه کدوم پوشه رو می‌خوای کلاساش رو بخونی، من برمیگردم میگم کلاسز اسلش دات این دالر کلاسز که شما دارید دات خب و دات پی اچ پی. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه برو توی پوشه کلاسز که اینجا دارید میبینید هر چی اینجا ورودی کلاسز داشته باشه در واقع مای اوتولو بیا اینجا قرارش بده و در انتها پسوند دات پی اچ پی تست 1 تست 2. اگه اینجا دقت بکنید این چی اسمش؟ تست 1. چون من اوتولود رو صدا زدم اوتولود اینجا داره از اسپیل اوتولود مای رجیستر استفاده میکنه و اسمش هم از مای اوتولود اشاره میکنه به ایشون، ورودی کلاس رو میده. اسم کلاس چی بوده؟ تست 1. میگه برو توی گوشه کلاسز برو توی تست 1.php. ببینید با یه ترفند ساده ساختمش، با یه ترفند ساده چیکار کردم؟ مای اوتولودم رو ساختم. یعنی الان شما بیاید اینجا رفرش بکنی باز هم اوکی مشکلی پیش نمیاد. یعنی من اومدم اینجا دیگه کلاس در واقع که اینجا ریکوایر نمی کنم 50 تا کلاس رو، یک اوتول در واقع یه دونه تابه ساختم به نام مای اوتولود، ورودیم کلاسز، اومدم دارم میگم پوشه کلاسز، پوشه کلاسز، پوشه که اینجا هست اسم مثلا تست چه میدونم ممکنه در واقع اپ باشه، ممکنه هلپر باشه، ممکنه کور باشه، ممکنه کانفیگ باشه، هر چی که هستی اسلش داخلت هر چی کلاس هست دالر کلاسز دات پی اچ پی هم که داره دیگه، دات پی اچ پی هم بهش با پانکت با این ترفند چسبونه. خب این اسپیل اوتولود رجیستر ببین قدیم اینجوری بود، خب اوتولود رو میذاشتم اینم نمیذاشتم. خب این اوتولود رو که شما میذاشتی دابل آندرسکور رو که میذاشتی اوتولود رو که میذاشتی این ورودی رو که بهش میدادی میومد اینجا و کار رو انجام میداد. الان هم میام اینجا بزنم یه ارور میده، میگه اوتولود دیگه ساپورت نمیشه. از چی استفاده کن؟ SPL اوتولود رجیستر. منم با هوا دیگه استفاده نمی کنم از این گزینه اوتولود. میگه بیا اینجا از این استفاده کن. حالا دوست داری اسمشو بزنم اون اوتولود، بیا اینجا بزن و جواب نمیده لعنتی همون مای بزن مای اوتولود بزن. حالا مای اوتولود هم نزد بزن اصلا مای تست و اینجا مای تست رو بزن طرف میاد کار میکنه. هر اسمی که دوست داری میذاری ولی اسم ما مسما دیگه معمولا میذارم مای اوتولود مثلا کور کانفیگ فلان یه اسم درستایی میذارم که فرده و خب با بقیه چیز نشه در واقع قاطی نشه. مای اوتولود رو خب میزنید و میاد اینجا برات اجرا میکنه. دیگه نمیتونید از اون underscore اوتولود استفاده کنید، اینا برای PHP قدیم بود، ما برای اوتولود میخواستیم بسازیم از اون استفاده میکنیم. دیگه میگه از SPL اوتولود رجیستر استفاده کنید، از ورژن هفته ما رو اومده و کارتو راحت میکنه. الان چه اتفاق میفته؟ من 100 تا اینجا اوتولود داشته باشم، الان من کلاسز رو گذاشتم، خب میتونم اینجا یه دونه گوشه دیگه درست کنم مثلا به نام اپ و ایشون داخلش یه گوشه دیگه داشته باشه به نام کور و داخل کور 10 تا کلاس باشه، کلاس کریم مثلا. خب کریم رو میزنیم و پابلیک فانکشن تست باب و اینجا برمیگردیم یه اکو my name is کریم و اینو قرارش بدیم. خب الان توی اپ من میتونم یه اوتولود برای ایشون تعریف بکنم، برمیگردم میگم اوتولود. خب اوتولود رو میذاری چیکار میکنی؟ میبینی فانکشن my اوتولود مثلا اسمش چی باشه؟ اپ. اپ نه دیگه باباش اپ اوتولود هم درست می نویسم
میگم اینجا برمیگردم میگم چی؟ requirements اسمش چیه؟ بگو app for dot classes dot غلط هم باشی میریم درستش میکنیم php خب sql 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 autoload register اسمش چیه؟ my autoload app این رو اینجا قرارش میدیم. حالا من این autoload رو میبندم اینجا هم میبندم. این کریم بوده یه دونه کلاسه تو ایندکس برمیگردم میگم requirements بیا برو توی app این هم یه دونه چی داره؟ autoload داره آه. و میام اینجا اینو دیگه پاک میکنم نمیخوام اینو ببینم TA new autoload ایشون رو صدا میزنیم اسمش چی بوده؟ کریم و داره TA میزنم ایش بزرگه تست میام اینجا و warning requires classes کریم داره میگه address state اشتباس کریم روی کلاسز کریم باید قبلش اپ باشه بگو از اینه برش دارم با بالایی کانفلیت داد با بالایی کانفلیت داد نزداش به همون صدا بکنم اولی رو در واقع داشت میومد تو اولی میگشت حالا اگر این رو من جا به جاش بکنم الان میبینی؟ درست شد اولی این رو گذاشتم اومد تو اولی چون SPL رو داشتش SPL اوتولود ریجیستر رو داشت اومد تو اولی دنبالش بگرده کلاس رو بهش داد دی پیداش نمی کنه و اگرش من وجود نداره در صورت که من اینجا هستم اینا رو وقتی تو داری فریم ورک می نویسی و دونه دونه حواست باشه چیکار الان فهمیدن دارم چیکار میکنم اوتولود رو فهمیدن همه درک اوتولود رو پیدا کردی